سلام دوستان، به کانال خالصی ما خوش اومدین. امروز با آموزش خورشت قیمه خشک اردبیل در خدمتتون هستم. با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنیم. خلال پسته و بادوم 2 قاشق قندخوری، زرشک 2 قاشق قندخوری، پیاز متوسط 2 عدد، ولی چون پیازای من کوچیک بود از 4 عدد پیاز کوچیک استفاده کردم. گوشت چرخ کرده 300 گرم. لپه پخته شده 1/2 پیمانه. آب لیمو 2 قاشق غذاخوری. فلفل و زردچوبه و نمک و دارچین هم به مقدار لازم. زعفران دم کرده هم به مقدار لازم. پیازامون رو خلالی های متوسط خرد میکنیم. یه مقدار روغن ریختم توی مایه تاومون و شعله گاز رو متوسط کردم. اجازه میدم که پیازمون طلایی بشه. پیازمون طلایی شد. گوشت چرخ کردمون رو اضافه میکنم. قیمه خشک ما در حین سادگی بسیار خوشمزه است و خیلی سریع هم آماده میشه. میتونین از 1 قاشق قندخوری رو هم استفاده کنی که رنگ قرمزی داشته باشه، ولی چون من بیشتر قیمه هم رنگش قرمز بود، این دفعه میخوام قیمه‌مو زعفرونی درست کنم. به خاطر این از رو استفاده نکردم. سعی میکنیم گوشتمون رو کاملا باز کنیم که دوندون بشه. شعله گاز رو کم میکنم، ادویه همون رو اضافه میکنیم، فلفل، زردچوبه. به خاطر عطرش از فلفل سیاه هم استفاده میکنم که عطر خوبی داشته باشه. و دارچین زیاد نمیزنم چون رنگ گوشتمون رو سیاه میکنم. لپمون اضافه میکنیم. این خورشت اصلا آبکی نیستش، باید خشک باشه. زرشکمون رو خیس کردم، دوباره آبش رو عوض کردم و ریختم تو آبکش. آب اضافهش رفت. اضافه میکنیم به موادمون.
نیازی نبود که این زرش گل ترخش کنیم، چون باید توی غذام یه حالت ترشی داشته باشه. من همین جوری ریختم توی خورشت. حالا لپست بادم اونو میریزم. زعفرونمونم میریزیم. بعد از اینکه زعفرونمون رو ریختیم، بلا فاصله داره زعفرون رو میذاریم، اجازه میدیم که گوشتمون با زعفرون حسابی دم بکشه و طعم خوبی پیدا کنه. چون ما روب نمیریزیم توی این خورش، باید زعفرون رو بیشتر بریزیم. برای خورشتمون رو میذاریم و اجازه میدیم که حسابی بخار پس بشه و جا بیفته. خورشتمون آماده شد. مرحله آخر، دو قاشق آب لیمو داشتیم، اونم اضافه میکنیم و زیر خورشتمون رو خاموش میکنیم تا اون ترشی آب لیمو توی غذامون بمونه، تبخیر نشه. میبریم که غذامون رو سرو کنیم. برنجمون رو سرو کردم، خورشت قیمه خوش کرده ویلمونم دورش میریزم. یه تلدین ساده و شیک انجام میدم. خورشتمون عطر و بوی خیلی خوبی پیدا کرده. حتما این غذا رو درست کنین و در کنار خانوادتون میل کنین. خیلی سریع آماده میشه و بسیار لذیذ و خوشمزه است. میتونین جداگانه هم خورشت رو توی برف دیگه بریزین و با برنجتون میل کنین. میتونین با هم هم سروش کنین. دوستان، خورشت قیمه خشک اردبیل ما آماده شد. امیدوارم که پسندیده باشین. ما رو به دوستاتون معرفی کنین، اشتراک گذاری رو فراموش نکنین. تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.